درود دوستان سروران، خیلی خوش آمدید. بیننده یه فال زهرخانی هستین، امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، من خوش آمد میگم به تک تک شما، چه یارانی که تازه عضو کانال شدن و با این کانال آشنا شدن و چه شما دوست عزیزی که همیشه وفادار و در کنار من هستین. ببینیم چه خبر است در فال شما. در امروز میپردازیم به ذهنخوانی شخص مورد نظر شما اینجا و الان. دوستان من ازتون تقاضا میکنم که به اون شخص فکر کنید و من مثل همیشه، حالا چشماتون رو خیلی نبند فشار بدید، مثل همیشه یک آماری میگیرم از دیدگاهش نسبت به شما. مثل همیشه در این فال، البته هم در هر فال این کار رو نمی کنم، ولی خب به هر حال یک آماری میگیریم از شما دوست عزیز، نه از اون شخص. ببینیم که در ارتباط با شما کجای کار هست و کجای ایستاده. اپ 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 کارت افتاد، باز هم بر میگردم سر جاش میذارم و با هم نگاه میکنیم. خب من یک پیش مقدمه ای رو بهتون بگم دوستان، قبل از اینکه بخوایم بریم این فال رو نگاه کنیم، باید حتما شما در نظر بگین که این فال‌ها فال‌های عمومی هستن. ممکنه همش مال شما نباشه، که 100% همش مال شما نیستش. آنچه را که به شما میخوره برای خودتون بردارین دوستان. من مجبور هستم که تاکید کنم. و همچنین یک مسئله دیگه اینجا این میون وجود داره دوستان عزیز، توجه داشته باشین که من وقتی که فال ذهن خانی رو میخونم دیگه نمیام حتما بپردازم به اون آخر، حالا میاد نمیاد، رفت میخواد بره، حالا چه کار میکنه، رقیب هست نیست، اینا ربطی به موضوع فال ما نداره. اگر چیزی باشه که مهم باشه من بهتون میگم، و یا نه در غیر این صورت این فال فقط مخصوص ذهنخوانی هستش. خب بریم ببینیم چه خبر هستش. امیدوارم که همه به اندازه کافی به اون شخص فکر کردیم. بریم با هم ببینیم که یک آمار اول از این شخص من میگیرم. خب این کارت هم اینجا میکشم و بعد با هم دیگه میخونیم این کارت ها. خب ببینید دوستان، من شخصی رو دارم میبینم اینجا که در ارتباط با شما ایستاده. خب ایستاده یعنی که چی؟ حالا یا داره استقامت میکنه، به هر حال احساساتش رو به شما نشون نمیده. چرا احساساتش رو نشون نمیده به شما؟ برای اینکه عزیزان دل دارم میبینم یه آدمی هستش که به طور کلی الان براش احساس میکنه که یک چیزهای دیگه هم توی این دنیا هستن که برای من به جز مسائل احساسی مهمتر هستن. مثلا اطرافیانم، مثلا افرادی که دور و برم هستن. کارت کائنات، کارت یونیورس خیلی کم میفته در این فال ها، در این دسته کارت ها، ولی اینجا برای این شخص افتاد. ببینیم الان، ببینین آزاد هستش، هر کاری که دلم میخواد انجام میدم. از نظر ببینین شما در کنار این شخص وقتی که کارت یونیور میفته، یعنی که خب آدم مهمی هستین برای این شخص، آدم کمی نیستین برای این شخص. ولی ببینین دوستان، در مقابل شما احساس قدرت میکنه، قدرتش احساس میکنه بیشتر از شما هستش. برای من حداقل من اینو میبینم و یک دوره مثل این میمونه که بین شما به پایان رسیده دوستان. من نمیگم رابطه تمام شده، نه، حرف این هستش که یک دوره به پایان رسیده و دوره‌ای که در اون هستین عزیزان، دوره‌ای هستش که اون دارم میبینم که به هر حال مسائل جدید ممکن هست بین شما اتفاق بیفته و این شخص میلش بر این هستش که همه چیز دستش باشه، همه چیز بهشون مسلط باشه و با قدرت بخواد عمل کنه. پس بنابراین این آدمی نیستش که بخواین شما راحت بخواین مهارش کنید این شخص رو. مسئله دیگه این هستش که در ارتباط با شما دوستان عزیز، آدم هستش سختگیر.
خب یک معیارهایی این شخص داره که از این معیارهاش و از این سختگیریهاش کوتاه نمیاد. یک چیزهایی رو میخواد شاید از جانب شما که ازشون نمیخواد کوتاه بیاد. به هر حال خبر خوب این هستش که شما حداقل این حس قدرت رو به این شخص میدین. خبر بعد این هستش که این شخص به همون چیزهایی که من بهتون گفتم، یعنی که آدمی نیستش که همینجوری بخواین شما مهارش کنین. در ارتباط با شما احساس میکنه که شما در ارتباط با این شخص دوست دارین که با هم دیگه صحبت کنین، با هم دیگه مکالمه کنین و با هم دیگه خوش باشین. و شما رو میبینه کسی که ایمان دارین به این شخص، دوستان، کسی که این شخص برای شما مهم هستش. باز هم برای شما میرسیم به عدد 20. 2 تا 10 میشه 20، دوستان. 10 یعنی یک دوره به پایان رسیده. پس من از دو جانب کارت، دو تا کارتی که من اینجا از نظر عدد شناسی دارم میبینم، این شخص یک قدم از شما جلوتر هست. شما مثل میمونه که الان به یک نتیجه رسیدیم که و خودتون رو نتیجه رسیدیم که یک دوره تمام شده بین من و تو و بعدش در یک قدمی دوره جدید هستم. در دو قدمی در واقع شما هستین. این در حالی هستش که این شخص در یک قدمی دوره جدیدی هستش، یعنی یک به قول معروف نگاه از شما جلوتر هستش. شما رو میبینید کسی که واقعا روی خودتون کار کردین، روی حتی از نظر مکالمه‌ای دارم میبینم که شما رو خیلی میبینه شخصی که تغییر کردین. دوست دارین با این شخص صحبت کنین، دوست دارین لحظات خوبی رو داشته باشین و به این شخص ایمان دارین. حالا نظر این شخص این هستش و اونایی که از هم جدا هستین، دوستان، این شخص نظرش در مورد شما این هستش که شما میل به این دارین که با هم آشتی کنین، صحبت کنیم، آشتی کنیم. خیلی از مسائل گذشتهتون برای شما هضم شده و مشخص شده، دوستان. این شخص شما رو میبینه شخصی هستین که به طور کلی میدرخشین. حالا در چشمان این شخص شما میدرخشین. انتخاباتی باید انجام بشه. شما چه بخواین چه نخواین، این رابطه داره حرکت میکنه. همونجوری که گفتم یک دوره جدید شما پیش رو خواهید داشت و در این دوره باید انتخاباتی رو انجام بشه. حرکت دارم میبینم، انتخاب میبینم و تصمیم گیری میبینم. سری و سر نیستش. کارت زمان افتاده رو کهیر نزنیم، دوستان، کهیر دست جمعی، همین که زمان میاد. ممکن از زمانی میگذرد، دوستان، که شما در این حالت ها هستیم. احتمال این که یک سری از شما که تعدادتون هم کم نیست، دوستان، که از ببین یک حالت سکوتی بین شما الان برقرار هست. این سکوت ممکن استش که سکوتی باشه که این شخص ببینیم با کارت قدرت نگهش داشته به این صورت، عزیزان، و اینکه احتیاج به زمان داره که بتونه ببینیم وارد دوره جدید که بشم دنیا یه جور دیگه هستش. الان من از یک قدمی دوره جدید هستم. پس دارم میبینم که با گذشت زمان ممکن هستش که اقداماتی رو انجام بده. شما این کارت رو که نگاه میکنید، دوستان، یک کارتی، این خونه درش حلقه هست، این خونه درش سکه هست، عزیزان دل. یعنی اینکه من در ارتباط با این رابطه میدونم که اگر بخوام قدمی بگیرم، تصمیمی بخوام بگیرم، تصمیم این خواهد شد که به یک درجه بالاتر بخوام برسیم. به درجه 3 باید برسم که 3 در اون مکالمه میکنیم و به درجه 3 من در اون چه کار میکنم، حرف میزنم و میسازم. خب و یک حالت پارتنرشیپ هستش در عدد 3 و شادی میآفرینم. خب این نظرش در ارتباط با این رابطه است. میرسیم به قسمت‌های بعدی این رابطه. ببین دوستان، از اینکه شما حاضر هستین که ببین از 20 برسیم به اون مرحله بعدی، یعنی دوره جدید رو بخواین شروع کنید، راضی هستش، یعنی خوشحال هستش، میدونه. یک سری از مسائل این شخص رو میترسونه و اینکه این رابطه پر از فراز و نشیب باشه و مشکلاتی باشه که باعث درد و رنج دو جانبه بشه. یکی از این، ببین، حالا جالب اینجاست که شخصی ازش که ایمان داره که همه چیز داره حرکت خواهد کرد و به صورت مثبت بین شما حرکت خواهد کرد. خب من کارت‌ها رو جمع می‌کنم و بعد میریم سراغ قسمت بعدی فال که میریم ببینیم که در ذهنش چه میگذرد، شخص مورد نظر شما. مثل اغلب اوقات، دوستان عزیز، من یه چند تا کارت براتون میریزم برای یه حس حال این شخص رو ببینیم با در چه حس حالی هست و بعد میریم سراغ کارت های دیگه. خب در اوکی ببینیم از کارت های دیگه هم من استفاده میکنم.
خب ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه. خب ببینیم و ما کارت های بعدی رو هم یک کارت دیگه من استفاده میکنم و ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه دوستان. اوکی. میرسیم به این قسمت از فال شما که من شخصی رو میبینم که ببین شوخ هستش، ببین کسی هستش که لبخند بر لب داره و شوخ هستش و اینجا من دارم کسی میبینم میخواد سر به سرتون بذاره، میخواد حالا نگه سر به سر به صورت بد بخواد بذاره، ببین خوشحال هستش، یک انرژی خوبی هستش، خنده شوخی همیشه انرژی های خیلی خوبی هستن که متاسفانه یک سری ما مشکل دارن با شاد بودن و خندیدن. پس یک انرژی بسیار مثبتی رو من در ابتدا میبینم. کارت بعدی حرف از ملاقات توسط شبکات اجتماعی میزنه. ببینید من احساس میکنم اگه اونایی که دوستان عزیز شما از هم خبر ندارین، این شخص میل بر این داره که با شما تماس بگیره، با هم براتون پیامی بفرسته از طرف شبکات اجتماعی، از طرف پیامک، از طرف تلفن، بالاخره یک مکالمه رو شاید ما با هم دیگه داشته باشیم. ولی ببینیم چه کارتی افتاد. این کلیسای نوتردام پاریس هستش که آتیش گرفت. این آتیش هم به خاطر یک بازسازی بود که کسی دقت نکرده بود و اینجا یک بنای تاریخی و سمبل پاریس اگر نگم فرانسه در هم به هر حال در این آتش سوزی از بین رفت که به این زودی دارن بازش میکنن. به من چیزی که دارم اینجا میگم، ولی مواظب هستش، مواظب هستش به خاطر که ببینین دوستان وقتی که حرف از کلیسا میزنه، کلیسا یک بنای به هر حال مقدسی هست اینجا. پس رابطه شما برای این شخص مهم هستش و مواظب این هستش که با رفت و آمدهای شاید پیامهایی که بین شما هست یا خواهد بود یه وقتی باعث نشه که از بین بره، همه چی از بین بره. پس خیلی مواظب هست. ببینید کارت بعدی رو نگاه کنه. اینو میبینید این یک قفلی هستش که کلید توش میزنیم. ببینید دوستان عزیز توجه داشته باشین، این شخص میگه که شروع دوباره و آفرینش. بهتون گفتم عدد 22 براش افتاده، بهتون گفتم در یک از یک قدمی یک شروع هستش و ببینین وقتی که یعنی کلید این مسئله دست خود این شخص هستش و خودش میدونه که میتونه خیلی چیزها رو برای شما یعنی که در حس و حال شما، در زندگی شما، در رابطهش با شما دوستان میتونه تغییر بده، میتونه آتش بزنه یا اینکه میتونه چیکار کنه، یک راه جدیدی رو باز کنه. پس آدمی هستش که مقدار اگر دیدین که شوخ هستش، سر به سر شما میذاره دوستان، شیطنت میکنه، به خاطر این هستش که به هر حال میخواد یه جورایی حالا نشون بده که داره راهی رو باز میکنه. خب راهی رو داره باز میکنه، کلیدی در دستش هست برای یک شروع. اونایی که با هم هستین برای اینکه به یک مرحله دیگه از این رابطه بخواین برسیم. خب عزیزان بریم با هم دیگه ببینیم که چه خبر در کارت های دیگه و من از کارت های از تاروت استفاده میکنم، از کارت های دیگه هم استفاده میکنم که بتونیم با هم دیگه بخونیم این فال رو. ببینین همیشه انرژی های غالب بیان میشن اینجا و انرژی غالبی که من اینجا دارم میبینم یک سری دوستان هستین که از همدیگه فاصله گرفتیم.
از همدیگه فاصله گرفتیم. من کسی رو دارم میبینم اینجا که دلش بی نهایت برای شما تنگ شده، اونایی که اصلا فاصله گرفتین دوستان توجه کنین، خلاها رو در ارتباط با شما میبینه، میبینه که الان اگه اونایی که با هم نیستین متوجه جای خالی شما بسیار هستش و ببین کسی که دلش براتون تنگ شده و گریه میکنه، کسی که احساس میکنه که دست ردی بهش خورده ولو اینکه خودش دست رد به شما زده باشه، توجه داشته باشین. اونایی که با هم هستین دوستان موضوع برای شما یه مقدار بغرنجتر هست، چون اگر با هم هستین احساس میکنه که در این رابطه خیلی کمبود وجود داره و رابطه این نیستش که آنچنان بخواد خوشحالش کنه، با اینکه دارم میبینم اونجا حرفش شروع میزنه. پس شاید بیایم این رابطه رو چیکار کنیم، خمیرش کنیم، از اول یه چیز دیگه ای بخوام بسازیم. اونایی که با هم هستین، اونایی که با هم نیستین اینجا دارم میبینم کلا جای خالی شما در زندگی این شخص خیلی محسوس هستش. رابطه حالا من یه کارت دیگه میکشم از این دست کارت ها و اینکه ببینیم که این کارت ها در ارتباط با این رابطه چی میگن دوستان، و بهتون خیلی فکر میکنه کلن آدمی هستش که من احساس میکنم که بدون شما بودن براش الان یه مقدار مشکل هست. اونایی که بدون هم هستین، اونایی که با هم هستین هم که دارم اینم داره به این رابطه به شما فکر میکنه و به کمبودها و یه که بین شما هستند داره فکر میکنه. خب دروغ، حرف از دروغ میزنه دوستان. من احساس میکنم این شخص شاید اونایی که بدون هم هستین دوستان حالا حاضر هستش دست به هر شاید چیزی بزنه که بخواد بین شما رو چکار کنه، بین شما رو یه مقدار جاده رو آسفالت کنه، صاف کنه، غلطک بندازه با دروغ، با یه چیزی که بتونه به شما نزدیک بشه. اونایی که با هم هستین دوستان توجه کنین که داره این شخص فکر میکنه که شما شاید آنچنان که این اون فکر میکرده شما باهاش رو راست نبودین دوستان. حالا من کارت های دیگر رو برای قسمت های دیگه این فال براتون میریزم و با هم میخونیم. خب ببینید دوستان، توجه داشته باشین که رابطه‌ای هست که الان در یک مرد آویخته هستش. توجه داشته باشین اینجا رابطه‌ای که در یک بلا تکلیفی هستش یا فاصله ایجاد شده، هر کسی در جای خودش هستش و یک نفر همونجور که من قبل اینم در آمار کسی که با قدرت ایستاده اون هستش که همه چیز دستش هستش و اینجا من دارم میبینم که یک حالت سر جنگ مرغ یه پا داره، من تکون نمیخورم، یه همچون حالت بلا تکلیفی در اون وجود داره. حالا ممکن هستش که این بلا تکلیفی به خاطر این مسئله باشه، این ایستی که در این رابطه وجود داره، و یا اینکه با تمام وجود این شخص دارم میبینم خودش رو فدای حالا یک مسئله داره میکنه دوستان. توجه داشته باشین، یا اینکه به خاطر اینکه ازدواجی وجود داره، حالا ازدواج هم که نباشه یک رابطه خیلی مستحکمی اون پرش مشتا هستش که نمیتونه بیشتر از این بخواد هندل کنه این رابطه رو، یا اینکه شما ازش تقاضای این رو دارین دوستان عزیز که این رابطه رو به مرحله بالاتری بخواد ببره و این شخص الان در شرایطی که هستش براش امکان نداره. ولی با همه این احوال توجه داشته باشین که از دیدگاه این رابطه مقدسی هست که میتونه پتانسیل اون رو داره که بخواد برسه به یک مرحله بالاتر، ولی الان در شرایط الان کنونی اینجا و الان یادتون نره دوستان، اینجا و الان یک ایستی هستش به خاطر مسائلی که این شخص دور و برش هستش. خب حالا ببینیم که در ارتباط با شما رو میبینید کسی که شاید سرتون خیلی شلوغ هستش، همه جا باد باشین، در همه جبهه ها باد باشین، و اینکه آدمی هستین که خیلی مسئولیت پذیر هستین و کسی هستین که از به خاطر مسئولیت هایی که توی زندگیتون دارین بنابراین دارم اینا خیلی عاقلانه و با درایت تصمیم میگیرین برای زندگیتون. یه مقدار میبینه که شما سرد هستین و اینکه ممکنم هستش که با این شخص شما درگیری های لفظی رو ممکن هست داشته باشین دوستان. خب اوکی، اونایی که دوستان عزیز توجه کنین، اونایی که با هم نیستین دوستان، این شخص فکر میکنه که میل برگشت به شما، میل شما برای برگشت رو کاملا حس میکنه و خودش هم من میبینم که از حالا نمیشه تا 3 ماه دیگه ممکن استش که اونایی که از هم جدا هستین اتفاقات خوبی برای شما بیفته در ارتباط برگشت این شخص به زندگی شما، ولی شما رو یه مقدار
ببینین کسی میبینه که بیگدار به آب نمیزنین دیگه. خب حالا بریم ببینیم در ارتباط با کارت‌های دیگه، کارت‌های دیگه در مورد این شخص چه چیزی رو میگن دوستان. میخوام ببینم مشکل چه چیزی هستش اینجا. توجه داشته باشم دوستان عزیز، برای من این شخص شخصی هستش که یک دوره بحرانی رو پشت سر میگذاره. این کارتا مثل که نیستم، من باید اینا رو یه مقدار بالاتر ببرم. یک دوره پر بحرانی رو دارم میبینم که داره پشت سر میگذاره و برای مسائل، وقتی برای مسائل احساسی من احساس میکنم نداره، مخصوصا اگر که قبلا یک زندگی اون پشت مشتا هست که باید بهش برسه دوستان. پس من کسی میبینم که حالا یا اینکه شما با هم دیگه در یک دامنه کاری دارین به سر میبرین دوستان، که یعنی یک روابط کاری با هم دیگه دارین یا روابط رسمی حتی با هم دیگه ممکن هست داشته باشین که به خودش اجازه نمیده، وگرنه دارم میبینم دوستان عزیز الان این شخص در یک بحران داره به سر میبره، بحران عاطفی و همچنین بحران کاری ممکن هست داره به سر میبره. خب ببینیم، و همچنین یک مسئله هم که قابل ذکر هست، احتمال اینکه این شخص حق انتخاب داره زیاد هستش، بین شما شرایط دیگه، بین شما و شخص دیگه هم ممکن هست باشه. دوستان این شخص شکایت کردن دل بچه مردم شکوندین، این شخص در واقع در ارتباط با شما، من بهتون بگم که احساس گل و بل داره، نه دوستان بیشتر احساس شکست میکنه در مورد شما، دل شکسته ای داره و اینکه دارم اینم خیلی احساساتش تغییر کردن، احساس میکنم اصلا این آدمی هستش که شاید آنچنان حال خوبی نداشته باشه و دچار یک افسردگی باشه، در مقابل شما احساس شکست میکنه حتی، ولی تمایل و گرایش بسیار بسیار زیادی نسبت به شما داره و این گرایش و تمایلی که نسبت به شما داره خودش با اینکه شاید بهتون گفتم با قدرت جلوشوی خودش رو میگرفت، ولی خود در مقابل خودش هم این شخص احساس شکست میکنه. و اما ببینیم حالا در آینده نزدیک اتفاقاتی که ممکن هست بیفته. ببینید دوستان، من در آینده نزدیک دارم میبینم که این شخص دلش میخواد اقداماتی رو انجام بده، حرکتی شاید انجام بده در مورد شما، و به خاطرش به خاطر باز هم تمایل ها و گرایش این شخص آنچنان برای شما به سمت شما زیاد هستش که از سرش بیرون نمیریم، در سرش هستی و فقط مثل کسی که جادو شده باشه، جادوی شما شده باشه، فقط به شما فکر میکنه، ولی جلوی خودش رو میگیره. ببینید کارت حاملگی اینجا افتاده، کارت آبستن بودن اینجا افتاده، یعنی که چی دوستان؟ یعنی که من احساس میکنم که باید یک دوره بگذره، این عدد 10 افتاده که برسه به یک این شخص دوستان و بعد عمل کنه، برای که احساس میکنه که اگر بخواد کاری رو انجام بده اشتباه هست، الان با این همه تمایلی که نسبت به شما داره ممکن هستش که همون کلیسای نوتردامی باشه که آتش بگیره و همه چیز نقش بر آب بشه، پس احتیاج به این داره که بشینه فکر کنه و بعد عمل کنه و الان من دارم میگم برای عمل کردنش داره فکر میکنه در آینده که کاری بخواد انجام بده. به هر حال چیزایی بود که میتونستم بهتون بگم، من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان و تا فال دیگه، خدا نگهدار.